سرخط مهمترین خبرها، تیرپرانی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، یک سرباز تاجیک زخمی شده است. وزارت مهنت تعداد مهاجران را 387 هزار گفت و صحبت با کارگردان شناخته برزو عبدالرزاقوف. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 13 اپریل است. مرز تاجیکستان و قرقیزستان شب گذشته شاهد باز یک مناقشه دیگر بود. شام 12 اپریل در بین دهه خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورو سوغد و دهه باربردوق ناحیه لیلک بادکن میان مرزبانان دو کشور تیرپرانی سر زد. به اطلاع منابع آگاه، تیرپرانی هنگام گشت و گذار سرحدبانان تاجیک روی داده است. به روایت یکی از منبعها، مرزبانان قرقیزستان لقمه پرتایی کردند و در نتیجه بحث لفظی تیرپرانی صورت گرفته است. خدمات مرزبانی قرقیزستان در اعلامیه گفت که گویا سرحدبانان تاجیک با وجود اینکه نظامیان قرقیز را دیدند، حرکتشان را به سمت خط شرطی مرز ادامه دادند. با گذشت بیش از 13 ساعت از حادثه، مقامات تاجیکستان تا حال رسما قضیه را شرح ندادند. جانب قرقیزستان گفت یک سربازش مجروح شده، ساکنان چند دهه به جای امن کوچیدند. مرز در این منطقه پره معین و علامت گذاری نشده است و طرف تاجیکستان نیز بارها مرزبانان و شهروندان قرقیزستان را به غیر قانونی گذشتن از مرز گناهکار کرده است. طبق آخرین خبرها، میان هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان گفت و شنید آغاز شده است. صبح دیروز رهبران ولایت سوغد تاجیکستان و بودکن قرقیزستان هم با هم مذاکرات داشتند، اما چند ساعت بعد رفتن آنها تیرپرانی آغاز شد. خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوغد فرزان محمدی آخرین ها را میگوید. منابع رادیوی آزادی گفتند در تیرپرانی شام سه‌شنبه سرجان زویر سید عمرفی 27 ساله از ناحیه دوستی ولایت ختلان مجروح شده است و از قفس سینه و شکم تیر خورده است. حالا در جراحی قرار دارد و وضعش وخیم است، میگویند منابع رادیوی آزادی. خدمات مرزبانی قرقیزستان درباره زخمی شدن یک سربازش خبر داد. در حالی که مقامات تاجیکستان رسما چیزی نمیگویند، به اطلاع منابع آگاه تیرپرانی هنگام گشت و گذار سرحدبانان تاجیک در اینجا در نزدیکی این اطراف روی داده است. بر روایت یکی از منبعها، مرزبانان قرقیزستان لقمه پرتایی کردند و در نتیجه بحث لفظی تیرپرانی صورت گرفته است. خدمات مرزبانی قرقیزستان در اعلامیه گفت گویا سرحدبانان تاجیک با وجود اینکه نظامیان قرقیز را دیدند، حرکتشان را به سمت خط شرطی مرز ادامه دادند. مرز در منطقه پره معین و علامتگذاری نشده است و طرف تاجیکستان نیز بارها مرزبانان شهروندان قرقیزستان را به غیر قانونی گذشتن از مرز گناهکار کرده است. در خبر آمده است که سرحدبانان تاجیک طلب مرزبانان قرقیز را نادیده گرفته، تخمیناً 20 متر به درونتر سرحد قرقیزستان وارد شدند. جانب قرقیزستان گفته است با هدف آگاه کردن به هوا تیر کشادند و در جواب گویا مرزبانان تاجیک به سوی مرزبانان قرقیز آتش کشادند. در پی مذاکره تیرپرانی خاتمه یافت. سنجیدن درستی این اطلاع فعلا امکان ندارد. مقامات تاجیکستان هنوز تا ثبت این نوار در این باره اظهار نظر نکردند. با اطلاع رسانه قرقیزستانی، نمایندگان مرزبانی دو کشور حادثه را تحقیق دارند و وضع در سرحد معتدل ارزیابی می شود. جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفورو با ناحیه لیلک ولایت بادکن قرقیزستان هم سرحد است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان تعداد مهاجران تاجیک در خارج را 387 هزار نفر اعلام کرده است. در این باره خبرگزاری از پلوس در تکیه به آمار وزارت مهنت اطلاع داده است. این آمار در حال نشر می شود که مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون می دانند. معلوم نیست که مقامات تاجیکستان بر اساس کدام حساب ها تعداد مهاجران تاجیک را 387 هزار نفر گفتند. آمار مقامات تاجیک درباره تعداد مهاجران در خارج کشور همیشه بحث برانگیز بوده است. سال گذشته هم مقامات تاجیک شمار مهاجران را کمتر از 500,000 نفر گفته بودند، اما جانب روسیه شمار مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون نفر اعلان کرد. تاجیکستان یکی از کشورهای محتاج به پول مهاجران است. طبق آمار سازمانهای مالی جهانی، حدود 30% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب مبلغ مهاجران است.
کارگردان مشهور و مهاجر تاجک برزا عبدالرزاقوف از مخالفان شدید حمله نظامی روسیه به اوکراین می باشد، به حدی که آرامی و خواب را از دست داده حالا در دوشنبه مشغول تبابت می باشد. با استفاده از این فرصت همکارم اسکندر فیروز از این کارگردان درباره دیدگاهش به این جنگ و سببهای پشتیبانی مردم تاجیکستان از عملکرد روسیه را پرسید. شما اخیراً در شبکه‌های اجتماعی درباره جنگ روسیه بر ضد اوکراین زیاد مطلب نشر میکنید و از دیدگاه شما همین جنگ چی جنگ است و چرا آن رخ داد؟ ببینید دوستی عزیزم، به این سوال شما نمیتونم من بگویم برای چی. سبب جنگی چچنستان هم همین چیز بود، از این پیش هم همین چیز بود، سبب جنگ فینلند هم همین چیز بود، شروع شدن جنگ سال اون پاکت ریبنتروپ و مولوتوف، همش یک ریشه داشت برادر، همش یک ریشه داشت که روسیه هیچگاه طاقت دیدنی آبادی کسی نداشت. نه خودش آباد کرده میتواند و نمیتواند ببیند که یک کس میخواد آباد شود، میخواد آزاد باشد، میخواهد راه خوب انتخاب کند، میخواهد از روسیه کنده باشد. سبب جنگ تاجیکستان هم همین بود. و برخی از تحلیلگران میگوین که بعد از جنگ اوکراین میلی تانکوی روسیه به سوی کشورهای ساحل بالتیک و آسیای مرکزی گردانده می شود. شما با همین عقیده راضی هستید؟ نه، من راضی نیستم، برای که من 100% امید دارم که اون میلی تانکش در اوکراین می شکند و دیگر ابدا دیگر اون میل پیدا نمی شود. شما گفته میتونید حالا در تاجیکستان نظامی رو ساختن و اون رو شما چی نام مونده میتونید؟ یعنی این یک فرماسیون جمعیتی سیاسی است یا این فرماسیون رو چی نام گذاشته میتونید؟ نمیدونم، بعضی ها میگن افتریتاریزم است، بعضی ها میگن که این دیکتاتور است. من فکر میکنم که این منارخی فیادلی است حتما. شکل کامل مصاحبه با برزا عبدالرزاقوف به زودی در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه آزادی ویدیو پخش میشود. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 اپریل را فرا میگیرد. سیزدهم اپریل سال 1932، ابراهیم بیگ، یکی از رهبران گروه های مسلح شورشی در بخارای شرقی، به حکم مرگ محکوم شد. ابراهیم بیگ که تا آخر ضد حکومت شوروی جنگیده است، یکی از شخصیت های مهم و تصمیم گیرنده حرکت های مسلح مخالفان به حساب می رفت. تاریخ نگاران می گویند او یک پیشوای با اعتباری بسمچه ها بود و در مورد های معین به حیث یک رهبر نظامی و سیاست مدار هم عمل کرده است. سال 1931 در آخرین تلاشش برای مبارزه با حکومت شوروی از افغانستان به تاجیکستان گذشت، ولی شکست خورد و به شوروی تسلیم شد. اسم ابراهیم بیگ در تصویر نقش بسمچه های اشدی و بیرحم در ادبیات و سینمای تاجیک زیاد استفاده شده است. در پی یک تحقیقات کم نظیر مقامات بهداشت تاجیکستان اعتراف کردند که با وجود بی‌پول بودن خدمت رسانی در مؤسسه های دولتی طبی این کشور، سال نکمتر از 22 دلار هر ساکن برای خدمات طب صرف می شود. وزارت تندرستی تاجیکستان در تحقیقات ماه اپریل سال 2018 معلوم کرد که در عموم ساکنان این کشور 320 میلیون دلار مبلغ را به طبیبان به حیث پورا دادند، در حالی که این مبلغ ها می توانست برای و رشد آن روانه شود. 13 اپریل سال 1978 زادروز شاه مدباس معروف تاجیک فرخ امانتف است. امانتف گرسمیستری بین المللی در بین شطرنج بازان تاجیکستان می باشد و به این عنوان بلند سال 2002 در المپیاد جهانی شاه مد مشرف شد. او در شهر سانکت پیتربورگ روسیه به سر می برد، ولی در همه مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه شبانه روز گذشته باز هم پایین رفته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل از 140 تا 148 سامانه عوض کرده می شود. 100 دلار آمریکایی باشد به 1240 سامانه برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 13 اپریل چنین است. بیننده عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. سپاس از همراهیتان.